دخلوا تونا بلوك ده سبب من حشبان وده مكوتي دقات بلو تريم معدم تريم حقامي من إسرائيل دار دورية بيت ربنو أبديا يتب بن قرجي عربة سلام تن نكتة عبالي إشون تبات دكريم كي إشون خيلي سعي مكاردن كوشير مكاردن كي قوم إسرائيل را تشريف کنن به مختن حلخوت و ایشون غیر از این که چندین جلسه یا جلسه با درای آموزاندن حلخوت وقت میکردن ولی بابد این جوانهای اسرائیل را اونهای جوانهای ایشوه را تشریف میکردن که حلخوت را بخونن به طور اساسی و دقیق و عمیق و بتونن حلخوت را مردم یاد بدن و خودشون بتونن اگر مسئله حلخوتی پیش بیاد مطرح بشه بتونن جواب صحیح و درست را به قوم اسرائیل تعلیم بدن. این خیلی در این کوشش کردن و برای این نه یک کلل، نه چندین، شاید صدها کلل در تمام دنیا این به کوشش ایشون و به سعی ایشون اینها شروع کردن به آموختن حلخه طبق به طور صحیح و دقیق و عمیق و ایشون اینطور مردم میگفتن که اصلا بحثی حلخوت را یاد بگیره چون اگر حلخوت ندونه چقدر در زندگی چقدر گناهاری مرتکب میشه و اصلا هیچ حس نمیکنه که این گناهی کرده، گناهی مرتکب شده. چون وقتی انسان حلخوت نمیدونه، حلخوت برخوت نمیدونه مثلا چقدر برخوت بطلا میگه و ایشون چقدر درباره برخوت بطلا حساس بودن و همیشه در حلخوتشون تأکید میکردن که بعد انسان این در این مورد برخواد نگه، چون اگه برخواد بگه برخواد برخواد بطلات و خیلی در این برخواد بطلات ایشون تأکید میکردن. حالا انسان کسی که حلخوت نمیدونه یاد هر ممکن هر روز برخواد بطلات بگه و برخواد بطلات این مثل چی مونه که انسان اسم هاشم را بی خودی بیهوده ذکر کرده و این ذکر کردن اسم به طور بیهوده این نهی تورا در ده کلام لو تیزا اتشم هچم برقر شب که حقامین فرمودن در مطقه شما که وقتی که این هچم برقر این کلام را فرمود تمام دنیا لردید. وقتی که فرمود انخی هچم برقر شب خب دنیا ساکت بود و هیچ سایی نمیمد لو یه لخه نماریم همینطور. ولی وقت که فرمود لطیزا ارتیم هرگر شب تمام دنیا در لردید که از فرد این غیبت و ترس دک کردن اسم هاشم به طور بیهوده دنیا همه دن کره زمین شاید ستاره دیگه هم اینا لردیدن. به این اندازه این موضوع دک کردن اسم هاشم بیخودی این خیلی مشکل سخته، خیلی سخت. و بنابراین بعد انسان سعی کنه که هر خود بدونه و برخواهی بی خود نگه. و ایشون همطور میگفتن که اگر کسی وقت نداره که هم حلخوت بخونه هم گمارا بخونه و هم بچه کار کنه وقتش برای چی سرد بکنه حلخوت، چون انسان از نقطه گمارا درست خیلی مهمه ولی حلخوت نمیتونه از این گمارا استخراج کنه، خودش که این قدرت نداره که از گمارا به من به حلخوت چیه هیچ اصلا نمیتونه بدونه چی، هیچ حلخوت نمیتونه. تنها راه چیه که انسان بره کتاب های رابوتنو که درباره این حلقه نوشتن اونجا بخونه و بدونه حلقه چطور بحثی رفتار بکنه. حالا اگه انسان براش ممکن نیست هم دفع یومی بخونه و هم حلقه و چه کار بکنه؟ حلقه بخونه، چون اگر حلقه ندونه شب باید میتونه نگه داره پلاخوت را ندونه چی پلاخوت بردگه سیسی تپیلین یومتو و ندانه در اورهای در یوردا این همه حلقه در یوردا هست، حلقه کی بودا پایمت، حلقه صداقه هست، حلقوت که بود رفا هست، حلقوت بسر و حلم هست و همینطور در ابن عزر این همه خود هست در باره
انسان که بعضی از زنها خیلی دوری بکنه و در چه موردی انسان اصولی که با یک زنی تنها بونه در مورد مجازه این حسیدوت نیستن اینا این حسیدوت یعنی انسان اگر بکنه خیلی خوب نکنه هیچی گناه گناهی نیست اینطور نیست این خود بنایذر که در برای خود قوانین تنها موندن با زنی صحبت میکنه این باید خوب انسان بدونه که نباید حتی هم به این گناه مرتکبه چون اگر انسان در یک محبتی حتی مایزون که خیلی باز باشه ولی کاری که هیچ کار نارد نمیشه با زنی که اصوره با اون تنها مونه هر ثانیه یک گناه سنگین را مرتکب بشه هر ثانیه خب این در زندگی زن خیلی پیش میاد به خود اونایی که میرن برای ملاقات به داره برای ازدواج ممکنه برن بگردن و برن جایی که اصلا هیچ کس رد نمیشه داره که هر ثانیه زن گناه میکنن این اینا که زن شوهر که نیستن اینها زن و مرد غیر از زن هیچ فرقی بین اینها و زن مرد غیر هیچ نیست برای اگر جایی برن که این هیچ کس رد نمیشه هیچ کس متوجه نمیشه چی کار میکنن هر ثانیه اینها دارن گناه خیلی سنگین رو مرتکب میشن خب این ابن عزر خود مشمار این مخلوقات ها در برای گزه لاره دوزدی در برای برگردندن گم شده که انسان اگر گم شده پیدا کرد بعد برگردانه خب اینجا اصلا تو خیابان پیدا کنه لازه این برگردانه مال گوییمه درسته مال خودشه برمیتونه مال خودش ولی اگر انسان کسی در میغبه مثلا اونجا یک ساعتی یا عینکی هرچی پیدا کرد بعد این برگردانه به صاحبه شکار برکنه وقتی یک کاغذی بچسبونه که من یک عینکی یک ساعتی پیدا کردم و صاحب این بیاد نشانی بده بعد من بگیره اینطور مثلا همینطور گزل همینطور پرداختن مزد کارگر که انسان کارگر رو حتی گوی بعد مزدشو بده اگر نده پول داره و نمیده این نهی تورا از چندین نهی و فرمان امر تورا این سرپیچی کرده و هر وقت حتی گوی بیاد انسان روی کار بکنه بعد مزدشو میده بعد نیت بکنه که من دارم اسمای پرداخت مزد کارگر رو در روز خودش میدم من همینطور تأخیر نکردم بعد از اینکه روز گذشت به شبش رسید ندادم همون روز دادم یا اینکه شب اومد کار کرد همون شب بهش دادم فردا ندادم اینو همش و لوتیکزول این اگر مثلا مزد کار نده این از نهی لوتیکزول این دست نکن این از این سرپیچی کرده خیلی میفا این هم دادن با پرداختن این پول کارگر چندین مثلا اینجا انجام میده و لوتعشق نخد دقیقه همینطور دست نکن پول مزد کارگر انسان اگر پولش نده از هر ثانیه یا از این نه تبدیل کرده که پور هم برسه این گناه کفاره نمیشه تا برگرده بهش ببه و الاخر این همه حالا خود هست این همه قبل هست انسان قبل مزوزا مثلا مزوزا چقدر حالا خود هست چقدر جلدیات هست چه موقع بعد مزوزا بکنه چه موقع نباید بکنه چه موقع بعد بکنه ولی برقه نباید گفت این همه حالا خود هست انسان دف یومی بخونه آخر چی می از این ها چی می داری اگر در موقع دف یومی اون کسی که این رابی که حالا خود را دف میده در ذهن حالا خودم میگه گماره میاره حالا خودم میگه در این گماره این حالا خواهد این حالا خواهد خیلی خوب عالی برو خشه ولی معمولا اونهایی که دف یومی دارن اصلا وقت ندارن به زور یک اینا میکشنن با زور خیلی مختصر و تموم شد رفت این حالا خود این حالا خود پنهان میمونن مکتوم میمونن و معلوم نیست چه حالا خودی در این دب هست و الاخر این وقتی به این موضوع به توجه کرد و انسان وقتی برای خودش وقتی تعیین میکنه که هر روز حالا خود بخونه که این که ما میخونیم هر روز تنت بلی یوم لخورت هم کلاشن حالا خود بخونه یوم مفتاح رو جبنه اونه با اگر هر کسی در هر روز دو تا حلقات میخونه دو تا حلقات مفتاح رو اطمینان هست که بنا اونه با نه اینکه یه رسول که اونه مدهش نه مفتاح رو حتما به طور اطمینان این مطمئنن
نبتال مطمئنن این مدکی خواهد شد به عالم آبا. خب این چیز بد، این چیز ساده یه، چیز کمردشیه، این که انسان مطمئن باشه که عالم آبا داره. چرا؟ چون وقتی انسان حال خود میخونه این میدونه چه کارهای اصوله، چه کارهای مجازه، چه موقع مصباح، چه موقع عبرات، چه کمه گناهی، چه باید چه جواب بکنه، نکنه و همتانه خود شبات، این همه خود هست. در شبات انسان با انواع سامه موارد مواجه میشه و نمیدونه چکار بکنه. اگر بکنه هلو شباته، نکنه خیال میکنه که چیز از دست داده، خیلی واقعا هست، باید چیز از دست بده. این پول ضرر بکنه $100، $200، $1000 ضرر بکنه و حلو شبات نشه. اینطوره انسان باید تمام مالش رو بده، حلو شبات نباشه. حالا خیلی اوقات هست که انسان حال خود بدونه میتونه هم پول را از دست نده و هم حلو شبات نباشه. باید بخونه، باید بدونه چه موقع در چه موردی هست، چه موقع میتونه به گویی بگیم بیا این کارو بکن، نکن این کارو بکن و بعد در این صورت هم مال ما از دست نره و هم حلو شبات نباشه. این همه اینا جزئیات داره، حال خود داره، فریاد داره و کسی که حال خود خونده خیر نکنه که فقط این حال خود بخونه بهش میگه این اصوره، این اصوره، این نکره، این نه. حال خود انسان باید بخونه که بدونه در چه موارد مجازه، در چه موارد هست که یه رای حل پیدا بکنه برای این موضوع که پیش اومده که هم حل و شبان نباشه و هم ضرر نکنه، هم پدر مادرش رو احترام بکنه و هم پولی از دست نده، هم ضرر نکنه. این همزمان پدر مادر دوانین احترام پدر مادر، این هم خیلی خیلی مهمه، خیلی روزمره است. در از صورت بزن بدونه که این جناب ربان و ودی عظیم علیه السلام در این موضوع خیلی خیلی سعی میکردن، کوشش میکردن، تاکید میکردن، زحمت میکردن، پافشاری میکردن که این آموختن حال خود در قوم اسرائیل توسعه پیدا کنه، تربیت پیدا بکنه و قوم اسرائیل از حال خود آگاه باشن و برای این خودشون وقت خودشون را با بایده که میتونستن در گمارا و در حال خود تعمق بکنن و بیشتر در برای حال خود بنویسن، کتاب بیشتری تعلیف بکنن، این وقتشون را میذاشتن برای مردم، برای مردم عامی. چی بهشون یاد میدن؟ این کار اصوره، این کار مجازه و این کار باید بکنیم، کار نکنیم. با بایده که اینا خیلی حال خود ساده بودن، چیزی مجازه بودن که مردم اونه که در یشوه بودن اینا میدونستن، ولی ایشون فکرشون این بود که حتی مردم عامی رو هیچ نمیدونن، اونایی که تاجر تجربه کردن بدونن چه بچه رو رفتار بکنن، چطور اصوره، چطور مجازه. و به وقت اینکه این به این موضوع که وقتشون گرفته میشه و این هم میتونن این همه کتابای دیگه هم تعریف کنن، به این اعتنا نمیکردن، این اهمیت نمیدادن، وقتی اون طرح میکردن برای مردم عامی. همینطور هم در جوانی میرفتن خانه های اونایی که میخواستن بچه برن مدارس غیر مذهبی، اینا را میرفت به اینجا صحبت میکرد، تلقی میکرد بچه هم ندارید خاطر مدارس غیر مذهبی، اینا حتی هم بزرگ بشن از دین و مذهب و همین همین کاملا مرحب میشن. میرفتن ایشون با چه زحمتی، چقدر وقتشون هم میگذاشتن، تلف میکردن برای که یه بچه بیارن برن بیشیبایی برن یه مدرسه مذهبی و این رسان که خود ایشون ماگین تمام اسرائیل بشه و ایشون برای ایشون تبیلا بخونن که ایشون داره تمام گذرهای بد را از قوم اسرائیل باطل بکنه و به خصوص قوم اسرائیل در اسرائیل از هر گزند و از صدمه و از زیانی مسئول بونند و بدونید و شیح بیاد همین درستون. جناب راب